سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آل الطاهرین. این برای روز اول سال این صلوات باشه، آخرش میخواد چی بشه؟ یه صلوات قشنگ با محبت بفرستیم. لعن الدائم الا اعدائهم اجمعین الا یوم الدین. در محضر آیات 253 و 254 سوره بقره بودیم و آیه شریفه این بود که بسم الله الرحمن الرحیم، تلک الرسل فضلنا بعضهم الا بعض منهم من کلم الله و رفع بعضهم درجات و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدنا او به روح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات ولکن اختلفوا فمنهم من آمن و منهم من کفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولکن الله یفعل ما یرید. این آیه شریفه که ببخشید صدای منم گرفته است، این مال کسالت، عذر میخوایم صدامون بد بود اینجوری دیگه، گوش شما را بیشتر آزار میده. میفرماید که از اصل این آیه در به اصطلاح بین آیات قتال قرار گرفته، نسبتی که اینا رو قبلا گفتیم فقط یادآوری میکنیم، نسبتی که این آیه در رابطه با آیات قتال داشته این است که داره اسباب اختلاف و جنگ رو بیان میکند در بین مردم، و آیات قبل هم که بحث جهاد و دفاع بود و اینها رو مطرح کرد، اینجا هم میفرماید از جمله اسباب خود قتال اختلافی است که بعد از آمدن انبیا صورت میگیره. پس یه اختلافی قبل از آمدن انبیا بین مردم، اختلافات مسائل مختلفی که در زندگی مردم پیش میاد باعث جنگ ها میشه، یه اختلافی هم بعد از آمدن انبیا شکل میگیره که قسمتی از اون مربوط به ایمان و کفر است، یعنی مؤمنین و کافرین در مقابل هم قرار میگیرن، اینم سبب کفر، اینم سبب جنگ است. اما بعضی از به اصطلاح جنگ ها هم علتش اختلاف بین مریدان انبیا است که مؤمنین به انبیا باعث میشه چی بشه؟ اونها با هم بجنگن، که اینم یکی از اسباب جنگ است که این دین با آن دین. خدای سبحانه میفرماید ما انبیا رو یکسان قرار ندادیم، ما بعضی رو بر بعضی تفضیل دادیم، و این تفضیل بعضی بر بعضی خودش حکمت دارد و سوق به این است که نبی بعدی باید نبی قبلی رو از جهت کمالات انبیاء اولوالعزم داشته باشند و به اضافه تا این بشارت بدهد به او، لذا قبلی رو تایید میکنه بعدی، بعدی رو هم بشارت میده بهش، یعنی دائما این هست که این فضل. منتها فضیلت ها هم سلام علیکم و الله جهات مختلفی دارد، گاهی بیان کرده، گاهی جهت فضیلت تکلم و تکلیم خداست با اونها، تکلیم خدا با اونها مثل موسای کلیم که اینم اقوال رو آورده قبلا، ما اینا رو گذشت فقط یادآوری میکنیم تا برسیم به اون الکلام و فلکلام. بعد اونجا دارد که بعضی مثل موسای کلیم خب اختصاص پیدا کردن در بین انبیا، در بین انبیا به کلام الهی به این معنا که تکلیم به این معروف شد، و الا نبی گرامی اسلام هم فاوها الی فاوها ربه ما اوها داریم که اون هم با خدا بی واسطه صحبت کرد، حتی موسای کلیم با واسطه شجر صحبت باهاش شد، اما در این حال تکلیم که موسای کلیم الله هست اختصاص پیدا کرده به موسای کلیم، یا خود عیسی علیه السلام ایدنا او به روح القدس اختصاص به این است، یعنی مثل این میموند که سلطان این مسئله، اون قوی ترین موردش در مورد عیسی علیه السلام ظهور پیدا کرد، دقت میکنید؟ و الا همه انبیا ایدنا و روح القدس هستن یا نیستن، اما در بین مردم عیسی به این ظهور پیدا کرد، مردم هم یافتن که عیسی علیه السلام ایدنا و به چه در کودکی که در حقیقت به زبان آمد چه در لذا معجزات عیسی علیه السلام چی بود؟ به نفسه بود،
نه به ابزار، بله؟ عرض کردم دیگه، دیگه چه توجه ولادتش، چه کودکیش که بدون مثلا صحبت کردنش، این عید نو به روح القدس یه ویژه بود برای ظهورش ها، و الا همه انبیا عید نو به روح القدس، نه اینکه اختصاص به موسی عیسی علیه السلام داشته باشه، سلام علیکم الله، اما در این حال این ظهور برای مردم در عیسی علیه السلام بارزترین بود، همچنان که تکلیم برای موسی در بین دیگران بارزترین بود و الا همه انبیا تکلم با خدا و تکلیم با خدا داشتن، حالا یا من ورای حجاب او وحیان یا من ورای حجاب یا خلاصه چی؟ یا در حقیقت با رسول که همون آیه شریف هست. بله؟ حالا روح القدس بعد از اینم میاریم، قبل از اینم یک بار اومده تو بحث روح القدس، گاهی در روایت ذکر شده که جبرئیل سلام الله علیه است، گاهی داره ملکون اعظم من الجبرئیل است، گاهی روح القدس یه حقیقتی است اعظم از کل ملائکه است. تعبیری که در مثلا تنزل الملائکه و روح در مثلا در اونجا، یا تنزل الملائکه و بر روح در سوره دیگری که ملائکه همشون به واسطه یه روح نازل میشوند، بر روح در سوره دیگری که این روح خلق یا تعبیر است که خلق اعظم من الملائکه. حالا این روح حقیقتش چی است بحث شده از حالا الان خلاصه نرسیدیم، فعلا داریم خلاصه بحث رو به صورت کلیشو عرض میکنیم تا بعد انشالله عرض میکنیم خدمتتون که روح القدس تو روح القدس خودش یه بحثی داره. یه بارم قبلا تو آیات قبل اومده بوده که روح القدس آیا از سنخ ملائکه است؟ آیا اون حقیقت اطلاقی ملائکه است؟ آیا حقیقت پیغمبر اکرم به معنای اون حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم است؟ اللهم صل علی که این ظهور پیغمبر تعین اعظم اوست، ظهور پیغمبر تعین اعظم اوست که همه انبیا در حقیقت چی بودن؟ تعینات او بودن و تعین اعظمش میشه ظهور پیغمبر. آیا این است که عرفا به این قائلن؟ عرفا به این قائلن. اما حالا این بس حالا باشه، تو روایات هم این رو فرمودن که از همه ملائکه اعظم است و ملائکه تحت سلطهش قرار دارن، از این سنخ در حقیقت بیان ها آمده، ولی الان در مقام کلی آیه هستیم، هنوز به بحث المیزان توی مسئله نرسیدیم. در مورد روح در مورد همون حقیقت عروح تو سوره نعم، در مورد اول پیامبر نازل شد و برای زور دیگه ثبوت نکرده از پیامبر به امام بعدی همینجور هست. بله. یعنی هم تو روایت تصریح میکنه به اینکه همون روح محمدی هست. عرض کردم دیگه، حالا اینا تو عرفا به این قائلن با استناد به روایاتی و به اصطلاح فلاسفه جوری دیگری بیان میکنن. تو بین اهل نقل گاهی نقل های مختلفی آمده، ملکی میدانند او را که اون ملک اعظم از ملائکه دیگر است، چون تصریح و از روایات هم اینجوری است، جمع بین روایات دیگه اون وقت اون لذا بحث ها مختلفه. حالا تو اینجا یه اشاراتی اومده بعد عرض خواهیم کرد، فعلا تو مقام من هم من کلم الله ایم اینجا رسیده بودیم که همون خلاصه کلام الهی است، تو اینجا هنوز به بعدیاش نرسیم، ولی خلاصه بحث رو خواستیم عرض بکنیم. خب بعد میفرمان پس این قتال بعد از آمدن انبیا هم صورت گرفته با مقابله ایمان و کفر در یه مرتبه، حتی بین مراتب اسلام تو یک دین، یعنی ببینید مذاهب مختلفی توی دین که ایمان و اسلام باشد، مثل مثلا تو دین خود ما خب پیش آمده دیگه مراتب بین اسلام و ایمان که جنگ های امیرالمومنین علیه السلام با کیا بود؟ با مسلمان ها بود، یعنی بر سر تأویل و اون حقیقت مصداقی قرآن در زمان پیغمبر، بر سر تنزیل قرآن و بر زمان امیران بر سر تأویل قرآن جنگ ها صورت گرفت. پس گاهی قتال ها در درون یه دینه، گاهی قتال ها مربوط به دو دین الهی است، گاهی قتال ها مربوط به ایمان و کفر است، گاهی قتال ها قبل از انبیا هست، یعنی در سر مسائل دنیاست بدون اینکه هنوز انبیا در اونجا ظهور کرده باشند. غایت این اقتتال ها
همه اینها میتونه نتیجه این باشد که الهی یا غیر الهی از اونجا بود. لذا خدای سبحانه فهم ما میتونستیم جلو این قتال ها رو بگیریم، اما بنابر این بودش که همین این حفظ بشر رو داشت با اینکه قتال ها، اما همین این سبب حفظ بشر و امتحانات الهی بود. خب اینا رو بعدا ان شاء الله میگیم. بس تا اینجا رسیده بود اگر که اشتباه نکنم که از دوستان پرسیدیم، تا اینجا اومده بود که کلام فی الکلام، درسته؟ 314، یعنی 314 رو یه خودشو خونده بودیم، اما چون 316 رسیده بودیم ال ریس کردیم. ولی از این جلسه 488 تا جلسه 490 سه جلسه بحث شد. خب حالا دیگه مجبوری خلاصه‌شو بگیم، چون اونا رو اگه بخوایم الان ادامه بدیم بدون این مقدمه یه قدری خلاصه، یا دوستان همه مثل شما حضور ذهن ندارن، ممکنه که در بحث کلام الهی که در اینجا آمده من هم من کلم الله، یه بحث مهمی رو مرحوم علامه ابتداعا اینجا شکل میده که این است که این که گاهی میفرمان کلام، گاهی میفرمان قول، گاهی میفرمان نبع، گاهی میفرمان الهام، انواع این الفاظی که هر کدام دلالتی توش هست، یه موقع ما میایم به صورت کلی که قائل داره این هم میگیم اینا همه مقصود یه چیزه، خیلی تفاوت نمیکنه و مسائل باطنی تفسیر میکنیم، وحدت قائل میشیم بین همه اینا. این یه مرتبه بیان است. مرحوم علامه فرمود نه، ما این رو قبول نداریم. اگر اینجوری شد، اینجور تونستیم حرف بزنیم، اون موقع مادیون هم میتونن همه مسائل معنوی رو به ماده برگردونن، بگن تمام نظرات قرآن در رابطه با مسائل معنوی هم منظور مادیه. این برش هم باید در نظر بگیریم، یه بابی اگر باز شد دیگه کسی نمیتونه جلوشو بگیره بگه اینجا عیب نداره اونجا عیب داره. اگر قرار شد که مسائل رو برگردونیم به یه نگاه معنوی صرف و بعدم بین اینها اتحاد قائل بشیم، این نگاه در حقیقت نگاه صحیحی نیست که اول این رو بیان. پس اگر میفرماید قول یا کلام، حتما باید با قول و کلامی که تو نظام انسانی هم هست تشابهی داشته باشد، وجهی داشته باشد، نسبتی داشته باشد. البته لزوم ندارد همه خصوصیات و عوارض اونها رو داشته باشد، اینم معلومه. پس دو طرف دارد. پس باید اصل و اساس مقصود از قول و کلام و نبع و الهام و اینهایی که در بین بشر تفاوت بین اینا قائل میشن، این تفاوت باید دیده بشه، باید اون نگاه در اینجا هم باشد. اما در این حال اگر بگیم قول یا کلام در کلام انسانها آیا همه خصوصیات قول رو دارد که منظور حالا لب و دهانم باشد، قرع صوتم باشد، میگه نه خب اینا دیگه قطعا در کار نیست. پس این دوتا رو مرزه، یه مرز اونجاییست که اختصاص به انسانها و عالم مادی دارد، میگیم اینها در نظام الهی راه پیدا نمی کنند، لیسه کم اصلحی شد. از اون طرف آیا اگر میگیم قول و کلام یعنی فرقی نمی کند اینا هم؟ نه، اون هم قول و کلام در نظام انسانی تفاوت‌هایی دارن با هم دیگه به کارگیریشون، نمیشه جای هم دیگه اینا رو به کار گیره. اون مقصود هم در اینجا لحاظ شده، خدای سبحان بر اساس اونچه که از انسانها بینشون متعارف بوده در لغتشون اونها رو به کار گرفته، اونها رو لحاظ کرده. اینجا جامعش میشه همون بحثی که قبلا داشتیم، وضع الفاظ در چی؟ ارواح معانی یا آیات، که مرحوم علامه با امام تفاوت‌هایی هم در این مسئله داشتن، که امام میفرمود که اگر یادتون باشه در کتاب آداب الصلات که این بابون ینفتح من عرف باب، این مثلا وضع الفاظ در ارواح معانی و یا قایات و اقراض بابون ینفته منه چلوی، و مرحوم علامه در مقدمه المیزان فرمودن که چی؟ اگر کسی این رو نفهمه قرآن رو نمیفهمه، یعنی اگر کسی این اصل رو متوجه نشود نمیتونه قرآن رو بفهمد، که یه بحث مفصلی دو سه جلسه راجبش تو ابتدای مقدمات صحبت شدش. این مبتنی بر اون بحث میشه. حالا اینجا ببینید این قسمتش رو تندتر تطبیق بکنیم. بله، یعنی اونی که میفهمن انسان‌ها، عموم انسان‌ها، اونی که میفهمن نه خواص انسان‌ها، یعنی عموم انسان‌ها میفهمن، خدای سبحان در کلام خودش او رو ملاک قرار داده، اما از حدود انسانی هم این رو منزه کرده، از حدود این دوتا جمع بین دوتا، هم تسبیح توشه هم در دقیقه تشبیه توشه،
یعنی اگر قرار بود اون چی که انسان ها میفهمند درش به کار گرفته نشده باشه، قرآن برای مردم پس هدایتگری نداشت. اگر قرار بود که در همین حد مقصور و محدود باشد، دقت میکنید، این نمیتونست به الهیات عالم و عوالم وجودی هدایتگر باشد و خدا هم باید مادی میشد. اگر میگیم قول، یعنی خدا هم باید لب و دهن میداشت، در حالی که لیس کمثله شیء هم در کار جز محکمات ماست. پس اگر میگیم قال الله، درسته؟ قال الله تا گفتیم قول، معنای قول رو باید بدونیم که چیه، اون حتما درش لحاظ شده، اما لوازم و ادوات و ابزار و حدودی که در قول بشری هست در اونجا دیده نشده. این دوتا جمعش مهمه. گاهی افراد میشه از این ور، یعنی همه حدود رو، معانی رو که تو بین انسان ها هم هست رو میذارن کنار، میگن اصلا این یه چیز دیگریست. گاهی افراد میشه از این ور، همه حدود رو میبینن، لذا برای خدا هم تشبیه کامل قائل میشن، لیس کمثله شیء رو نمیبینن. پس یا تنزیهی صرف نشیم که همه اینا رو بذاریم کنار، یا تشبیهی صرف نشیم که همه رو بگیم باید با هم باشه. میگه نه، خصوصیات و عوارضی که مربوط به نظام عالم انسان هاست که این مربوط به این عالم است نیست، اما اون چه که اختصاصات این است که این کلمه رو از اون کلمه جدا میکند، وضع این رو با وضع او جدا کرده، اینا هست، اینها با هم دیگه در قرآن دیده شده است، که این خودش قالب میخواد. مثلا مثال های زیادی حالا خود اشاره هم میکنه تو مثال هاش. خب بچه قرآن هم برای عوام هم، بله دیگه، برای عوام هم قابل فهم لغوی هست، اما منتها عرض کردم دیگه بطونش یعنی حقایق عالیش، اونی که بر قلب پیغمبر اکرم نازل می شود که هیچ واسطه ای بین او و در حقیقت خدای سبحان در بعضی از نزول آیات هست، قطعا او با فقط صرف این الفاظ فهمیده نمی شه. اما آیا اون چیزی که با این الفاظ فهمیده می شود، آیا اون چیزی با خلاف اون است؟ میگه نه، مباینه با اون نیست، این راه به سوی اون است. دقت کردید؟ یعنی الفاظ دلالت دارن و خدای سبحان بهترین لفظ رو برای اون دلالت به کار گرفته، اما آیا صرف دلالت؟ شما تو نظام عادی بشری هم یک عالم به اصطلاح سنگین قوی که تو علوم خیلی برای یک کودک داره صحبت میکنه، کودک میفهمه این داره چی میگه وقتی داره زبان کودکی، اما آیا همه اون چی که این میگوید کودک فهمید؟ عمق اون رابطه هم که این علوم این داشت داره برای این توضیح میده کودک فهمید؟ نه، درسته؟ پس لفظ این مخالفتی مباینتی با اون معنا ندارد که به کار گرفته. لذا اصل این است که انبیا وقتی که این علوم و خزائن را که از عالم خزائن الهی نازل میکنند میاد تا به مرتبه لفظ میرسد، این لفظ دلالتش تام است بر او، درسته؟ هر کی بره بالاتر و همین الفاظ دلالت بر اون خزائن دارد، چیزی غیر از اینا نیست. یعنی لفظ دیگری به غیر از این الفاظ نمیتونست این دلالت داشته باشد، هیچگاه مخالفت و تباینی بین این الفاظ و اون دلالات نیست. اما از ابتدای کسی که عربی بلده، یعنی ابو جهل، آیا همونجور میفهمید از این که ادبیات عربش هم قوی بود؟ درسته؟ ابو جهل هم، یا سلمان فارسی که ادبیات عربش هم قوی نبود مثل اون، کدوم بهتر میفهمیدن قرآن رو؟ او میشه سلمانون من نعلل به ابو جهل هم میشه در حقیقت تب بشه، مثلا ابو لحب بشه تبت یا دو ابو لحب و تب، درسته؟ پس معلوم میشه که فهم قرآن به علم در حقیقت همین تحت و لفظی تنها نیست، اما این آیا دخیله؟ بله دخیله، بله دخیله دیگه، یعنی از اینجا آغاز میشه تا آخرم این ادامه داره، همراهش هست. پس در حقیقت با حواسون باشه که دلالت های لفظیه، استظهارات لفظیه کاملا چیه؟ متبعه، اما منحصره در این فقط نمانی، این باید باشد، لازم هست، اما کافی نیست. اگر این کافی بود و لازم، ابو جهل و ابو لهب باید چی باشن؟ از همه بهتر قرآن رو بفهمن، در حالی که خب اینجوری نیست دیگه، درسته؟ ابو جهل و ابو لهب بهتر از همه؟ نه، میتونستن تحت لذا بعضی از اینها مبهوت هم میشدن از اینکه این چقدر قوی است از جهت بلاغت و فصاحت، اما ایمانی هم در درونشون شکل نمیگرفت و جلت قلوبهم هم نسبت به اینها تحقق پیدا نمیکرد.
پس قرآن حقیقتش هدایتگریه. خب این نکته رو ایشون خلاصه اینجا بیان میکنن. ما چون اول سال مجبوریم که این دو صفحه رو برگردیم بخونیم، یه بخواه فاصله افتاده. بله؟ خب اینا چون توی برداشت از قرآن مهمه، الان همین الجهت الاولا خیلی بحث مهمه. خب میفرماید که ثم ان قوله تعالی من منهم من کلم الله يدل على وقوع تکلیم منه، صفحه 314، لبعض الناس فی الجمله، معلوم میشه که فی الجمله خدای سبحان با بعضی از مردم گفتگو کرده، منهم من کلم الله، دیگه انبیا از جمله مردمان، پس فی الجمله صورت گرفته. ای انه يدل على وقوع امر حقیقی من غیر مجاز و تمثیل، تا میگه منهم من کلم الله تمثیل نیست کلام خدا، حقیقت اینجا بنابر مجاز نیست این تکلم، بگیم یه تکلم مجازیه، مقصود این نیست، نه در همینجوره. و قسم ما الله فی کتابهی بالکلام سوا اون کان هذا الاطلاق، اطلاقا حقیقی یا اطلاقا مجازی، چه در حقیقت بخوایم بگیم که این اطلاق کلام اطلاق حقیقی باشد، کلام تحقق پیدا کرده، متوجه میخوام بگم کلام اطلاقش هم چیه در اینجا حقیقیه، مجازی هم نیست. بله فل بحث و فل مقام من جهته، من تا بین حقیقی بودن و مجازی بودن اینجا حالا بیان میکنه که اگر امور معنوی رو کسی استفاده چی از مثلا الفاظی که وضع شدن برای معانی مادی، اگر کسی تو معانی معنوی به کار برد، بعضی میگن ابتداعا مجاز است، منتها چون دائما به کار گرفته میشود کم کم به حقیقت تبدیل. مثلا مثال میزنم، میگن اگر شما مصباح و چراغ را اگر برای امور مادی به کار بردید، بعد کم کم خواستید که بگید که مثلا خود حضرات معصومین یا انبیا مصباح هم، این دیگه مصباح به معنای فتیله داشتن و نمیدونم روغن داشتن و اینا که نیست دیگه، مصباح در اونجا یعنی اینا چی هستن؟ هدایتگرن، نورن، دیگران به نگاه به اینها راه پیدا میکنن، درسته؟ میگن ابتداعا مجازه، بعد کم کم میشه چی؟ حقیقت، درسته؟ بعضی میگن نه، بعضی میگن که این وضع الفاظ در ارواح معانی از ابتدا اینها رو حقیقت میکنه، اگر یادتون باشه حتی واضح نمیشناسه اینها رو، اما برای قرضی وضع میکنند که اون قرض تعبیر امام بیاد ما سنن میفرمود اولا و به ذات بر اون حقیقت عالی دلالت میکند، ثانیا و بالعرض بر خلاصه حقیقت مادون، با اینکه واضح نمیشناسه برای چیزی وضع کرده مقصودی که اون مقصود در اونجا به نفع اتمه، یعنی اگر مصباح وضع کردن، درسته؟ مصباح صدقش بر انبیا بر خلاص اولیا اتم است، از مصباحی که بر همین چراغ‌های بیرونی هست، هرچند خود واضح نمی‌شناخته. پس دو نوع نگاه بود، یه نگاه این بود که اولا بر این مصباح مادی وضع می‌شود، کم کم در اثر تشابه بین اون نظام معنوی و مادی به کارگیریش اونم میشه حقیقت، اوایل مجازه، درسته؟ ولی یه نگاه این بود که مثل امام فرمان نه کاری نداریم واضح میشناسه یا نمیشناسه، واضح برای معنایی وضع کرده، واضح کاری از ابتدا فکر میکرد فقط چراغ همین جوریست که این فتیله داره رو چرا، اما برای مقصودی وضع کرده، مقصودش چی بود؟ روشن کردن اطراف بود و هدایتگری بود، میگه این از ابتدا با اینکه برای وضع کرده ابتداعا مثل اولا و به ذات بر اون معنای تام صدق میکنه، ثانیا و بالعرض بر معانی ناقص، که امام نظرش تو آداب و صلات این بود که اینا خیلی متفاوت میشه. بعد حالا ایشون اینجا هم فرمودن سوا اون کان هذا الاطلاق، اطلاقا حقیقی یا که بگیم حقیقی از اول این معنا، یا بگیم نه اطلاقا مجازی، یعنی اولا حقیقت نبود بعدا شد، اولا مجازی بود. فل بحث و فل مقام من جهته، الجهت الاولا ان کلامه تعالی یدل علی ان ما خصل، این بحث کلام فقط یه بحث کلام نیست، یه بحثه به عنوانی که بسیاری از بحث‌های دیگه هم شبیه به همینه، یعنی بحث کلام با بحث کتاب با بحث لوح و قلم، دقت می‌کنی؟ با بحث ملائکت الله تو مراتب عالم تمام اینا تناظر داره، یعنی یکی از اینها اگر خوب حل بشه برای انسان اینجور نیستش که فقط این حل شده باشه، بحثی است که تو تمام متشابهات اینا چی داره؟ کتاب محو اثبات، کتاب لوح محفوظ،
اصلا لو با قلم، قلم اول بعد لو، اینا با هم کاملا مرتبطه. اون وقت اونم به این معنا که ما حرف میزنیم حتی در کلام، اون متکلمی که حرف میزند با سامعی که میشنود، کلامی که از اون به اون منتقل میشود، تا این لفظ که تو ذهن ما نمیره که، لفظ چی میشه؟ از لفظ ما به دلالتهاش منتقل میشیم، به معانیش، درسته؟ تمام این مراتبی که از اونجا به چجوری تا اینجا میرسه به لفظ، یعنی اون معنا از مرتبه ذهن متکلم چطور میرسه به لفظ و دوباره تو در حقیقت وجود مخاطب چطور خلاصه از چی؟ از لفظ مادی میرسه به معنا. این سیر قوس نزول و قوس صعود تو نظام الهی هم هست، منتها با لیس کمثله شی، که اونجا نظام ذهن و اینها نیست، درسته؟ ذهن نیستش که تو ذهن یه چیزی بیاد، بلکه اونجا نظام امر کن فیکونه. اونجا نظام انما امر و اذا اراد ان یقول لشیء کن فیکون، اونجا قوله، اما قولش به معنای چیه؟ کنه وجودیه. در قد انما قوله و فعله، قول خدای سبحان، فعل خدای سبحان از اراده است، خدای سبحان اراده است، ارادهش در حقیقت باید. پس باید حفظ به اصطلاح مسئله بشود، اما در عین اینکه لیس کمثله شیء هم صدق کند. الجهت العموم، خواهم بگم یک کلیده برای بحثه، فقط تو این بحث نبینیم. بله قواعد اصلیش و مقصودش، ولی اون که خدا به کار برده خواسته همینه رو که کلامی رو که مردم میفهمند رو به کار ببرن. حالا معنا میکنیم که تو معنای کلام، وقتی که معنا میشه کلام، ابراز توشه، ابراز تو کلام هست، که در حقیقت ابرازیست که میخواد یه چیزی رو که پنهان بوده آشکار میکنن، این حقیقت کلامه، درسته؟ حالا یه مرتبهش میشه چی؟ من درونم یه معانی رو میدونم برای شما میگم، میشه کلام. خدای سبحان از باطن عالم یه مسائلی رو اظهار میکنه، میشه کلام. دقت میکنه؟ این میشه کلام. کلام یعنی اون ابراز توش چی شده؟ بله دیگه، یعنی تو به اصطلاح ابرازها، منتها مثلا یه تفاوتی بین کلام است با چی؟ با قول. در قول مخاطب میخواد، اونجا که قول به کار میبرن مخاطبم میخواد، اما در کلام مخاطب نمیخواد. خدای سبحان مخاطب نداره هنوز که، کلام ابراز داره ما فی الغیب را، اصلا خلقش ابراز است. لذا همه خلق الهی طبق آیات کلمات الله هستن یا نیستن؟ مگه به عیسی نمیفرماد این کلمت الله است، درسته؟ مگه نداریم که اینها همه کلمات الله هستن؟ چرا؟ اینا ابرازن، یعنی همه اینا بروز پیدا کرده از باطن به ظاهر. پس هر ابرازی چیه؟ کلام است، درسته؟ ابراز است. جهت ابراز بودنش که تا به حال آشکار نبود، حال این میشه کلام به این حیث، درسته؟ پس اون واضح هم اگر این در حقیقت حرفایی رو که ما میزنیم کلام اسمشو گذاشته، وجهش چی بوده؟ وجهش اون ابراز درون بوده که آشکار میکرده. حالا منطقه اون فکر میکرده ابتداعاً که تنها راه ابراز با همین الفاظ است، بعد نمیدونست که زبان بدن هم چیه؟ زبان بدن هم زبان است، اونم ابراز است، درسته؟ اونم قول است. اگر کسی باشد در مقابل کسی به کار برده بشه، میشه قول. تفاوت قول با کلام چیه؟ کلام مخاطب نمیخواد، میتونه مخاطب باشه، میخواد مخاطب نه، یعنی عام‌تر از کلام. اما قول چیه؟ خاص است، حتما مخاطب میخواد. اگر میگیم قال این، یعنی حتما یک کسی مقابلشه که باید مقابل، یعنی مخاطبشه. حالا ممکنه مقابلش مثلا تو عالم باشد، دقیقا. پس باید مخاطب، اما در اونجایی که کلام مخاطب نمیخواد. بله، خب میفرماید که ان کلام تعالی یدل علی ان ما خص الله تعالی به انبیاء و رسله من النعم التي تخفى على ادراک غیر من الناس، اونی که بر بقیه مخفی است، مثل وحی و تکلیم و نزول روح و ملائکه و مشاهده آیات الهی کبرا، یا اینکه اخبرهم به، مثل در حقیقت کلملک و شیطان و لو و القلم، که اینها بر حواس مردم مخفی هستند، اما خدای سبحان به انبیا چکار میکنه؟ اینها رو ابراز میکنه، آشکار میکنه. حالا اگر کسی، دوستان خواستن که
بحث رو به نحو ادبش از این ببینن، این خیلی عالی و خوبم هست و دستبندی شدم از در اینجا ایشون فرموده. اما حتما اگر دوستان خواستن به کتاب مفاتیح الغیب مرحوم آخوند هم رجوع بکنن، اونجا بحث به یه نحو اتم می آمده، منتها دیگه اینجا دستبندی کامل کرده، همه ظواهر هم رعایت کرده. خیلی اونجا دستبندیش مثل اینجا خیلی منظم نیست، هرچند دستبندی دارد. خب بعد می فرماید که وسائل آیات الخفیه کل ذالک امور حقیقی و واقعیه من غیر من. ببینید یه نگاه این است که همه ملک و شیطان و همه اینها واقعی هستن، لذا اگر میگه ملک اینجور گفت یا در قصد شیطان اینجوری گفت یا خدا به شیطان گفت یا خدا، اینا همه رو واقعی میگه. یه موقع از اینها رو تفسیر میکنیم، تعویل میکنیم به یه چیزهای دیگری، در قصد باطنی، نگاه باطنی سر. ایشون میفرمند نه، اینا همه حقایق هست، همین حقایق است. من غیر مجاز فی دعاویهم مثل ان یسمون. بعضی خواستن اینجور بگن قوای عقلیه رو که داعی الی خیر باشن رو میگن ملائکه، درسته؟ میگه نه، ما این رو قبول نداریم که بگیم اینا ملائکه هستن. ملائکه ممکنه بگیم اینا جهت ملکی دارن، اما اینجوری نیستش که بگیم ملائکه اینا فقط، نه اینجوری. بله، انسان درونش در حقیقت امر به خیر دائما هست، درسته؟ ما نفس لوامه داریم، ما نفس اماره داریم، اما اینجور نیستش که نفس اماره ما فقط در حقیقت شیطان این باشد یا نفس لوامه ما ملک فقط این باشد. نه، اینا هم شؤون اونها هستن. نفس اماره شأن شیطانه و نفس لوامه هم شأن چی هستش؟ نفس ملک، شأن ملک هست، اینجوری داری. پس ملک در کار هست حقیقتاً، نظام خارجی، اما مرتبط با انسان هم هست. اینا دیگه نظام خارجی برای ملک قائل نیستن، این نگاه اینها. ولی مرحوم الله میگه نه، ما اینجوری قائل نیستیم، ما اینا رو براشون حقیقت و خارجیت قائلیم. طبیعی میخوان معنا کنن که الله مخالفت میکنن؟ نه، طبیعی هم نمیخوان معنا بکنن، بلکه میخوان اصطلاح بگن که همه اینا فقط و فقط مرتبط با انسان معنا پیدا میکنن و فقط تو انسانه، حقیقت انسانه فقط. بعضی خلاصه حرفای عالی هم ضمن این حرفو میزنن، اما این گفتین اینا یه شؤونی از اون هستن. اگر گفتیم اینها هم یه ظهور ابند، اما اگه گفتیم فقط این است و غیر از این نیست، واقعا اشکال پیدا میکنه. میگم تفصیل بین ملک و شیطان وقتی که سجده بر آدم معلوم میشه، تفصیلش ببینید وقتی است که اون وقتی که سجده آمد تمرد، اینها رو از هم جدا کرد، نه که نبودن، یعنی نشون داد که شیطان شیطان است و ملک ملک است، درسته؟ اما نه این به این معنی که نبودن، قبلش بودن، لذا کان من الکافرین یعنی این چی بود؟ کان من الکافرین شیطان در قبل از این مکتوم بود، ابرازشون با وجود انسان دیگه. بله، عرض کردم، ولی قبل از این چی بود؟ بود شیطان، قبل از این هم کافر بودش، اما چی بود؟ بروزش و ظهورش با انسان شد، اما نه اینکه وجودش. اینا میخوان بگن اصلا وجودی غیر از این نیست، نه ظهوری غیر از این نیست. بله، خب بعد میفرماید تا همینجور ادامه داره و این ما این چون اینا رو خوندیم فقط داریم اشاره میکنیم. خب میگه ما این رو قبول نداریم، میگه افکار ردیعه رو که اینا رو بگن اینا شیطان هستش و افکار عالیه رو بگن اینا ملک هستش. فإن الآیات القرآنیه و کذا ما نقل الینا من بیانات الانبیاء الماضین ظاهره فی کونهم لم یریدوا بالمجاز و تمثیل. مقصودشون از ملائکه لوح و قلم اینا تمثیل نیست، واقعیاتی هستن که اینا در خارج محققن. به حیث لا یشک فیه، اگر کسی روایات رو ببینه و آیات رو ببینه، این رو انکار نمیتونه بکنه که اینها واقعیاتی هستن، تمثیل نیستن. مقصودشون چی باشه؟ فقط انسان باشد؟ نه. خب ببینید تو بین عرفای ما هم بعضی از عرفا این حرفا رو اینجور زدن، اما قرائنی برای اینکه یک مسئله دقیقی دیگری هم در کار است بوده، اما همین دستاویز شده برای بعضی ها تا چکار بکنن؟ مثل بعضی اینا رو تمثیل بگیرن قرآن رو کلن، یعنی قرآن رو کلن چی میکنن؟ قائل به تمثیل باشن و اینها خطر ایجاد میکنند. اگر ما از این ظواهر عبور کردیم به تمثیل و مجاز قائل شدیم، هیچ جای جلو دارش نیست دیگه، مثل یه سرسره میمونه که آدم بیفته توش دیگه، هیچ جایی نمیتونه خودش رو چیکار بکنه؟ نگه داره. حالا ایشون همین رو میفرماید که دنبالش اینو فرمود لو جازه
حمل هاز هل بیانات الى امثال هاز تجوزات. اگر کسی اینجا جایز دونست جاز تعبیل و جمیع ما اخبرو بهی من الحقایق الالهیه من غیر استثنائی نلال مادیت المحضه. از این طرف هم بعد کسی دیگه نمیتونه جلوشو بگیره. وقتی تمثیل شد این طرف هم میتونه دیگه تمام در حقیقت اون قرائنی که نگاه معنوی همش مادیه برگردونه به نظام که بعضی از مفسرین مادی نگاه رو کردن معجزات را، تمام معجزات رو بردن چیکار کردن؟ تفسیر مادیش کردن، این بر افتادن. پس نه از اون بر باد افتاد که همه اون نگاه مادی رو به کل انکار کرد و ظواهر رو انکار کرد، نه از این بر افتاد که چیه؟ همه مسائل فقط به مسائل مادی و ظاهر محسوس عمل کرد. خب بله، لکل ما وقد مر بعض الكلام في المقام في بحث اعجاز، میگه ما بر توضیح ذالک انه سبحانه عبر عن بعض افعاله بالکلام و تکلیم. فرق کلام و تکلیم چیه؟ کلام در حقیقت اصل مصدری معنا، تکلیم در حقیقت سخن گفتن است. خود کلام اون مثلا محصل بحث است، اما تکلیم سخن گفتن. لذا تعبیر کلم الله موسا تکلیما، خدای سبحان با موسا سخن گفت تکلیما، یعنی با او سخن گفتنی که با کلام بود. و قول او تعالی، حالا عرض کردم که بعضی ها تکلیم رو به معنای ابراز کلام در برابر مخاطب گرفتن که میشه اون قول. تکلیم میشه چی؟ کلام خودش ابراز است، اما تکلیم چیه؟ ابراز کلام در مقابل مخاطب است. لذا اینجا بگی کلم الله موسا تکلیما، تکلیم رو میخواد بگه، مخاطب میخواد بگه. پس قول میشه چی؟ قول میشه ابراز کلام در مقابل مخاطب. لذا تکلیم هم همین معنا رو، اما کلام خودش نه، ابرازه، فقط ابراز ما فی الضمیر، ابراز اون پنهانه. تفاوت این دوتا معلومه دیگه. بله چی میخواست بفرمایید؟ و قول تعالی من هم من کلم الله، از بعضی از انبیاء این است که خدا باهاشون صحبت کرده. وقد فسر تعالی هذا الاطلاق المبهم الذی به سلافی ها تین الآیتین و ما یشبه ما به قوله تعالی. می فرماید این آیه الان که داریم نقل می کنیم سوره شورا، اینها رو همه رو در حقیقت چکار کرده؟ آقا ببخشید دست شما درد نکنه، خیر ببینید دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. می فرماید همه اینها رو بیان کرده و ما کان لبشر ان یکلم الله الا وحیان او من وراء حجاب او یرسل رسولا. سه مرتبه یا بی واسطه خود خدای سبحان با کسی تکلم پیدا میکند، یا من وراء حجاب، درسته، مثل تکلم خدای سبحان از وراء شجره با موسی. من وراء حجاب یعنی یه واسطه ای که اون واسطه، او یرسل رسولا یا نه ملکی رو میفرسته. پس سه مرتبه است، گاهی مثل تکلم به اصطلاح جبرئیل است با انبیا، گاهی مثل تکلم شجر است با موسی که این منبر حجابه، گاهی مثل تکلم خدای سبحان است بی واسطه که اوها الی رب اوها چی اوها الی رب فاوها الی عبدهی ما اوها. بعد در اون مسجد معراجیه که دیگه اونجا هیچ واسطه ای در کار نیست. با موسی کدام، با موسی کلیم کدام یکی از اینا بوده؟ من برای حجاب بوده. بله همین میگه این سه قسم رو وقت بعدا تو روایات اگر یادتون باشه اصول کافی مفصل روایات این رو آوردیم و خوندیم که این سه قسم چجور شامل انبیا و اولیا میشود، که اونجا آورد که در خواب در بیداری صورت میبینن صورت نمیبینن، صوت میشنون فقط یا صوت در خواب صوت صورت رو میبینن، صوت رو در بیداری میشنون یا در بیداری صوت و صورت رو میبینن. اینا همه رو بحثاش اونجا روایات آوردن و بیان شد که هر کدوم مربوط به کدام طبقه است اگر یادتون باشه. چرا دیگه اون به صلاح الا وحیانه، اون وحیان که یو کلم ما کان علی بشر ان یکلم الله الا وحیان، اون وحیان چیه؟ بی واسطه است، بی واسطه. این وحی به معنای وحی عام نیست، و الا اونم که از طریق شجره میاد یا رسول به صلاح ارسل یرسل رسول، اونم وحی است. وحی عام به انبیا نیست، مخابره شده. نه دیگه، نه این وحی، این وحی همون مرتبه چی هستش؟ اون وحی همون مرتبه بی واسطه است در مقابل اون دو، وگرنه هر ستا این وحی است، هر ستا اینها اون وحی معنای عام است. بله ببخشید
اون وحی بی‌واسطه فقط برای پیغمبری، برای انبیاء دیگه؟ برای انبیاء دیگه هم بعضی رو نقل میکنند، منتها اونی که در قرآن آمده، در قرآن آمده، فقط برای پیغمبر اکرم آمده، اما برای انبیاء دیگه هم در روایات ما گاهی ذکر شده، اما در قرآن کریم اون چه که آمده در مورد پیغمبر اکرم آمده، در مورد نبی دیگری واضح به معنای بی واسطه نیامده. بله، اون دقیق چیزترش، خیلی مثلا مشهورترش در مورد موسی کلیمه است که اون هم نودیتی آیشی هستش، من الشجره من شاط الفرات، من شاط المقدس. قشنگ بخونید، آقا بخونید. من شاط الوادی المقدس من الشجره ان یا موسی، ان یا موسی انی انا الله، که این اونجاست که دیگه انی انا، انی انا الله آمده، اما چی؟ من وراء حجاب، که اون چی بوده؟ شجره بوده. بله، از اون شده؟ عجب، از اون یه مقدمات هنوز. خب بعد اینو تمام میکنیم دیگه. بله، ما این میفرماید که فإن الاستثناء في قوله تعالى إلا وحيا لا يتم إلا إذا كان التكليم المدلول عليه بقول أن يكلمه الله تكليما حقيقتا، حتما باید اینا تکلیم باشد نه تمثیل باشد. فتكليم الله تعالى للبشر تكليم لكن به نحو خاص، فحد و اصل تکلیم حقیقتا غیر منفی عن، این جمله آخر دقت کنید، فحد و اصل تکلیم حقیقتا غیر منفی عن، حتما باید حد تکلیم باشد، یعنی تکلیم و باقی تکلیم معین بکنند، لذا تکلیم حقیقتا صدق میکنند. درسته؟ این ببینید، اینا از اون مباحثی است که خیلی مرزش قاطی میشه تو مباحث افراد و تفرید نسبت به این خیلی، یا از این ور یا تو میزان شرکت کردن، مطابق شرکت کردن خیلی سخته. بعد ایشون خلاصه از اینجا شروع میکنیم بحث دیگری که انشالله جلسه آینده خلاصه شو خدمت دوستان میگیم. این مهم بود، متنش رو تطبیق کردیم، خلاصه شو تا اونجایی که خوندیم که یه صفحه خورده بعد میگیم، از اونجایی رو که خونده بودیم تطبیقش رو انشالله ادامه میدیم. بله؟ فردا هست، ولی فردا اصول کافیه دیگه. بله بله، اصول کافیه. یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه انشالله تفسیر در محضر دوستان هستیم، و چهار شنبه ها اصول کافی انشالله در خدمت دوستان هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله. شنبه؟ آه نه، امشب نیست، بحث امشب نیست. آره امشب نیست، بس انشالله هفته آینده. نه نه نه، خوبه، دست شما درد نکنه.